با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه 20 فوریه 2018 برابر است با اول اسفند 1396. و میدونی که روزهای سه‌شنبه در این ساعت میریم خدمت آقای حشمت رئیسی نازنی. اما قبل از اینکه بریم پیش آقای رئیسی، من یه مقدمه ای رو فکر میکنم لازم میدونم، چون که این جزء برنامه هایی است که علاقمندان زیادی داره، شاید این علاقمندان راهگشای کار ما باشن. نازنینان، ماه آینده یعنی حدود 20 روز دیگه فکر میکنم سالگرد وارد میان تی وی وارد دهمین سال کار خودش میشه. ما در طی این 10 سال به عنوان یه رسانه در عرصه اینترنت فکر میکنم جزو پیشتازان این عرصه بودیم، و قبل از اینکه این رسانه های بزرگ پا به این عرصه بذارن و روی آیفون و آیپد بیان، چون میدونی اون یه سیستم مشکلیه، اون مثل این سیستم کامپیوتر نیست، اون یه برنامه خاص داره، بنابراین یه پیچیدگی های خاصی داره. و ما روی آیپد و آیفون اومدیم، بعد به روی اندروید رفتیم، یعنی همزمان هم روی اندروید بودیم هم روی آیفون و آیپد. و بعد به عنوان نخستین رسانه‌ای که به صورت مستقل، گرچه که در این آگهی که در رکو میکنیم از تیوی باکس نام میبریم که برنامه بسیار خوبیه، کار آقای مترجمیه، ولی به طور مستقل روی شبکه روکو هم هستیم. یعنی اگر یه روکو بخری همه تلویزیون های بزرگ جهان رو میبینی، از جمله تلویزیون کوچک میان تیوی هم اونجا وجود داره، و جز اون نخستین ها هستیم که پا به این عرصه گذاشتیم. ما از این مناظر که به نگاه بکنی، از هر نقطه ای بیستی و به این نگاه بکنی، اون چیزی که وظیفه‌ام بوده انجام دادم، ولی اون چیزی که از شما درخواست کردم متاسفانه هیچ وقت به دست نیاوردم. خب شما شاهد هستید که کوچیک و بزرگ اومدن و برای خودشون رسانه درست کردن، هر کدومم به یه نحوی دارن کار میکنن، و پولهای فراوانی اون پشت رد و بدل میشه. ما در یه برنامه هفته گذشته با آقای مرداد سه‌دستگری پرداختیم به بودجه هایی که این رسانه ها میگیرن، و ماجرای متگاو میش رو تعریف کردیم که اومد به سر رفسنجانی اینجا، و همه این نوارا موجوده. گفتگوش با آقای بیژن فرهودی هست، با خود نوارهایی که با نیکاهنگ منتشر کرد، همه اینا وجود داره، زد و بند هایی که اون پشت کردن، و رسانه های ریز و درشتی که از طریق شبکه های کشورهای حاشیه خلیج فارس هدایت میشن، اینا برای رضای خدا این کار رو نمی کنن. اینا نیومدن این کار رو همجوری دلشون سوخته باشه به خاطر اینکه مردم ایران چه گرفتارن بیان کمکشون کنن، حتما یه مقاصدی دارن. میدونم که منتظر صحبت‌های آقای رئیسی هستی، ولی من به من اجازه بده که من حداقل حرفای خودم رو اینجا بزنم تو این برنامه. و من الان دیگه 10 سال از اون ماجرا گذشته، یعنی من 10 سال پیرتر شدم و کار ما 10 ها برابر بیشتر شده. ما این بخش مقالاتی رو که مرتب بهش اشاره میکنم در مقام مقایسه با سایت نمیدونم اخبار روز، با سایت گویا، با همه این سایت هایی که مقاله میزنن، پورتال هایی که مقاله میذارن، من فکر میکنم تعداد مقالاتی که ما در روز تو سایت قرار میدیم از همه اینا بیشتره. یاد باشه که تمام این سایت ها چند تا ادمین دارن، چند نفرن که کلید دارن، در وام کنن میرن توی سایت و مقالات رو جابجا میکنن، تصحیح میکنن، بالا میکنن، پایین میکنن. اینا همه رو من یه نفری متاسفانه دارم انجام میدم، و دیگه قادر نیستم یه نفری این کار رو انجام بدم.
برای این کار نیاز به سرمایه هست، نیاز به این هستش که ما آدم استخدام کنیم. آدم مجانی کاری رو برای ما نمیکنه. من هر چی تونستم انجام دادم، اونایی که وظیفم بوده به نفع احسن انجام دادم. همین دیکه ای که برای تعریف میکنم که آقا بیاید و اپ میان تیوی رو دانلود کنید، خب اونایی که دست در کار کامپیوتر هستند و کار وبسایت هستند میدونن، اونایی که حتی بیزنس دارن میدونن که این چه هزینه سرسام‌آوری داره که بتونی یه اپ خوب داشته باشی. ولی دیدم مثلا آقای هولاکویی هر جا که وام کنی عکس خودشو گذاشته، ولی از خودش خوشش میاد، هر جایی که میچرخونی فقط عکس خودشو میبینی. ولی نه، اگه یه اپ خوب بخوای درست بکنی باید پول خوب بدی. من نیاز دارم که این کار رو شما حل و فصل کنی. آقای میکائیل زنگ زده بود دیروز پیشنهاد میکرد که آقا بیاید در این ایام کتاب به مردم معرفی کن و هر کسی کمک کرد بهش کتاب هدیه کن، من پول کتاب و پست رو میدم. من این کار رو بارها تجربه کردم، حد اکثر کتابی که فروختم، خیلی کتاب فروختم، 10 تا کتاب فروختم. ما اون هفته پیش میخنده آقای رئیسی، کتاب فروختن که این جامعه کتاب خر نیست که، کتاب خون نیستش، این فقط نقالی دوست داره، بشینه یکی براش حرف بزنه بعد بیاد بگه حسین اینو گفت، محمد اینو گفت. نه، کتاب نمیخره. من اون دفعه آوردم کتابای کهنه قدیمی، کتابای ارزشمند، کتابایی که واقعا نمونه نداشت، یعنی یه دونه دیگه‌شو نمیتونستی پیدا بکنی، دو تاشو یه نفر خرید در هلند و بقیه‌اش هم جور نشسته اینجا، کتابای خوب، کتابای ارزشمند. بنابراین بازم من حرف آقای میکائیل رو تکرار میکنم، ولی مطمئنم که راه به جایی نمیبره. شما باید خودتون تصمیم بگیرید، خودتون این کار رو پیش ببرید، جمع شید با دوستانتون حرف بزنید، 5 نفر 6 نفر بشید، هر کدومتون یه گوشه کار رو بگیرید. این چیزی نیست به سرعت برق و باد حل شدنی است. خواستم این رو در مقدمه عرض کرده باشم. اما اجازه بدید بریم پیش آقای رئیسی، عرض ادب و احترام داشته باشیم، سلام کنیم، خوش آمد بگیم. آقا درود بر شما رئیسی، ممنونم از اینکه این فرجه رو واقعا در اختیار ما قرار میدی. میدونم از کار روزانه میای خسته ای، الان ساعت نمیدونم 10:30 شب اونجا در اون هوای سرد و نمناک برلین. خب این کار بزرگیه که انجام میدی، ازت نهایت سپاس دارم، درود بهت میفرستم. درود بر شما جناب ایوان عزیز، حالت خوبه؟ ممنونم، خستم فقط آقای رئیس. آقا که 100 بار گفتیم ولی کتاب نرو، کتاب فروش و کتاب نویس و کتاب خان توی این مملکت را 100 سال 200 سال 1000 سال میرن زندان. به همین دلیل خود شما هم کتاب فروشی داشتی در برلین؟ بله بابا، کتاب فروشی بزرگی هم داشتیم، همه چی. ولی کتاب ها رو بیشتر میخریدن یا بیشتر بلند میکردن؟ والا چی بگم، والا به خدا همینو بیژن خلیلی هم میگه. یه روز این پسره یک هستش که طالبی نژاد که کار چی میکنه، میاد به مردم میگه چگونه میلیونر شوید، استاک بخرید، از من بخرید میلیونه. یه روز با 3-4 نفر اومد اون تو، بعد پرسیدش که اسم این کتابی که اسامی نوزاد و کودک توشه رو کجاست، کتاباش کجاست؟ آقای خیلی هم گفت اون قفسه چهارمی میری، اونجاست، طبقه دوم، همه اون کتابایی که اسامیه اون تو اون قفسه است. ایشون هم رفت و با 3-4 نفر دوستاشو یه 20 دقیقه اونجا چرخیدن و بعد اومدن و خدافزی کردن رفتن. من از آقای خیلی پرسیدم پس این نگه نگفت کتاب؟ گفت چرا دیگه، رفت گشتن با دوستاش نگاه کردن، اسمی رو که میخواستن انتخاب کردن رفتن دیگه، لازم نبود که کتابو بخرن، اینا فقط میخواستن کتاب رو ببینن. راست میگه آقای رئیسی، نه این نشدنیه عزیزم. میدونم که شما علاقمندی آقای میکائیل، ولی اینا نمیکنه، این جامعه اهل خواندن نیست، اهل کتاب نیست. آقای رئیسی هر که دنبال این کار رفته کارش به زندان کشیده.
هم نویسنده هم فروشنده کتاب اینها مشکل دارن. اما بریم پیش آقای رئیسی و ازش بپرسیم که این هفته طوفانی رو چجوری دنبال کرد، این رفراندوم چی بود و این مناظره‌ای که توی بی بی سی گذاشتن، فرخ جون اومده بود و محسن خان مخملباف، این دوتا رفیق شما، و خیلی هم اخصای یه مرتبه شاخشونه کشید محسن خان که اگه اینطوری باشه من میرم میشم محسن چری. این چریک بوده مگه؟ چی بوده؟ این بچه بوده توی زندان بوده، ولی در این که میگن آدمی بوده که در زندان مقاومت کرده و اگر سنش بالا بود، 18 سالش بود، یقینا اعدامش میکردن، این روایت در موردش هست، ولی اینکه آیا چریک بوده، چریک واقعی بوده، چی بوده، این رو میخواد از زبان شما بشنویم، دو معقوله رو ببینیم که چگونه تعریف میکنیم. بفرمایید سراپا گوش. بله، حالا این مسئله کتاب و مسئله محسن خان رو چجوری با هم وصل کنیم و این پدیده انقلاب رو، میگم وقتی که تب طلا توی آمریکا و کانادا بود به وجود اومد، مهاجرین به اصطلاح اروپایی، خلاصه مهاجران به مناطق مختلف نظیر آلاسکا و فکر کنم کالیفرنیا، فیلمی هم بود جویندگان طلا، بله، اینا سرازیر شده تا میلیونر بشه. همین بلا سر ملت ایران اومد که نوید بیدادن در انقلاب اسلامی یا جامعه بی طبقه توحیدی یا فلان، خلاصه همین دنیا رو دارید، همون دنیا رو دارید، هم مادیاتتون برطرف شه، هم معنویاتتون، در بهشت رو باز کردن، این همین بهشت جویندگان طلا در آمریکا. و این ملت بدبخت نه تنها میلیونر نشدن، بلکه خیلی هاشون به خاک سیام افتادن. اما چند تولید کننده بود که به اصطلاح میلیونر شدن. اینا کیا بودن؟ فروشنده های بیل و کلنگ و این چیزای تاسایی که یا آب چیزایی که شستشو میدن، سنگ طلا را تو خونه به اصطلاح آبکش آب و اینا، با فرصت طلبی از طریق تولید و فروش این ابزارها ثروت بسیار زیادی به دست آوردن، میلیونر هم شدن. در واقع اینها این فرصت طلب ها بود که از حرص مردم و از دیگران ثروت های عظیمی بردن و مال باختگان زیادی هم بودن، کسانی که عمر خودشون رو به امید واهی پولدار شدن حرام کردن، به میلیاردرهای دلار و ثروت اینا نرسیدن، اونا رسیدن. توی انقلاب هم همینجوری شد، هر کس بیل و کلنگش رو فروخت به قول معروف تونست چیکار بکنه، به جایی برسه. بیل و کلنگ و هنری، مثل همین آقای محسن مخملباف، هم یکی از اینا بود که بیل و کلنگ خوب فروخت، شروع کرد فیلم های بسیار سطحی، بسیار بسیار فالانجی تهیه کردن دیگه. فیلم ساز هم نبود، هیچ سوادی هم نداشت و هیچ پیشینه هم تو این کار نداشت، ولی خب وقتی که پول باشه، قدرت باشه، ترس باشه، وحشت باشه، بهترین به اصطلاح فیلم بردارا رو به اصطلاح تابعی شدن. وقتی همه هنرپیشه ها ممنور چهره بودن، هنرپیشه های قدیمی و حتی خود آقای محسن مخملباف مطلب رو نوشته، یه روزنامه چاپ شده بود که اگر
هنرپیش های قدیمی رو من ببینم همه رو به مسلسل میبندم و این کاراکتر رو داشت. ولی خب این ویل کلنگ هنریش رو فروخت و صاحب نام شد و مسائل زیادی تو این زمینه به وجود آمد. خب ایشون داستان چریک بودنش رو، شاید من اولین زندانی سیاسی بودم که آقای محسن مخملباف منو دید، اونم به خاطر سوء تفاهم بود یا حسن تفاهم نبود. اونم اینجوری بوده که بلند میشه میره خودش و دو سه نفر دیگه صغر سنی هم بودن و یک پاسبان رو من نمیدونم تو محله بازار بوده یا در صورت تو تهران بوده که فکر کردن شیره‌ایه، فکر کردن ضعیفه، اینها سه نفری برن این رو خل سلاح کنن. بعد پاسبان مقاومت میکنه، اینم چاقو میزنه پاسبان رو بکشه، چاقو میخوره رو فانوسقه پاسبان و به اصطلاح چاقو اثر نمیکنه و در نتیجه اونم هفتیرشو میکشه و یه تیر شلیک میکنه، اینم دست قضا میخوره به شکم آقای مخملباف و زخمی میشه و ایشونم سواک یک راست میارش مستقیم بیمارستان و میاره بیمارستان بهار، بیمارستان شهربانی خیابون بهار. اونجا طبقه فکر کنم دوم بود، سه تا اتاق آخر رارو در اختیار کمیته مشترک ضد خرابکاری بود و در صورت اونایی که تیر میخوردن یا اون که زیر شکنجه آسیب میدیدن اونجا بودن. در اون موقع من اونجا بودم که چندین ماه اونجا بودم و در سر شکنجه برده بودم اونجا. تقریبا با اطمینان میگم که تنها زندانی سیاسی زمان شاه هستم که در این دوره از اونایی که زنده موندن زیر شکنجه که جراحی پلاستیک کردن پای من و میخواستن قطع کنن. رئیس بیمارستان انسان شریفی بود، بسیار انسان خوبی بود، دکتر هیئت معروف بود. وقتی که منو مستقیم بردن اتاق عمل، دکترها گفتن این پاش به شدت سیاه شده و تاب یعنی قانقاریا هست و میخواستن قطع کنن. دکتر هیئت باید امضا میکرد، خودش اومد بالای سر من، همه رو بیرون کرد و با لهجه شیرین آذربایجانی این گوشی رو روی قلب من گذاشت، سرش ورد پایین، فقط گفت پسرم نترس، من تو رو خوب میکنم. دکتر هیئت هم کسی بود که در صورت یکی از بهترین جراحهای آمریکا بود، خود شاه خواسته بود ازشون که بیاد ایران و قدیمم جوانان عضو سازمان جوانان حزب توده بوده و بسیار آدم با شخصیت و بسیار آدم توانا بود. به زندانی های سیاسی هم واقعا می رسید که کنار من
یک نفر از اعضایی بود که اونم لور بود و کارگرم بود، کارگر ارش بود، اونم زده بودن انتقامی. علتی که انتقامی زده بودن این بود که زندان بود، 2 سال زندان کشیده بود و داشت آزاد می شود. یک مرتبه این مسئله حمله به بانک همدان مطرح شد. در اون بانک هم برادران صلاحی بود، حسین صلاحی و رضا صلاحی با خسرو ترگل به بانک حمله کرده بودن. رئیس بانک هم کشتیگیر بود و با وزنورد و ورزشکار بود. دید 2-3 تا بچه هستن اینا، سنشون پایین بود، قدشون هم کوچک بود. حمله میکنه بهشون که فوششون هم میده که فهم میکنن بچه بازی در آورده اینا. این هم شلیک میکنن و رئیس بانک کشته میشه. و برصورت بعد از یه مدتی کوتاه اینا رو دستگیر میکنن و میپرسن با زیر فشار شکنجه اصلی از کجا آمده. ایشونم به اصطلاح نام مراد نانکلی رو میبرن که تو زندان و داره آزاد میشه. اینه بلافاصله میارن کمیته و اونجا انتقامی میزننش، چون این اطلاعات بی سنگینی رو نداده بوده. کنار من 21 روز جان میکنه تا میمیره و داستان مرگ اینم بسیاری داستان غم‌انگیزیه. و گفتم تو اونجا بودم که آقای مخمل بافم آوردن اونجا، نه شکنجه شده بود نه فلان، مستقیم آورده بودم اونجا و با اون من وابسته به گروه هم نبودن. این کارشون خودشون ابتکاری کار انجام، وابسته مجاهدین یا فدایان نبودن. و منم تو این فضای مجازی دائما میبینم که صحبت از اینکه عضو فدایا بوده و فکر نمی کنم تو عمرش عضو فدایا بوده باشه حتی 1 دقیقه، یا عضو مجاهدین بوده، ممکنه هوادار مجاهدین بوده باشه ولی هیچ پیوند سازمانی باشون نداشت. البته این زندانی های سیاسی یه خصوصیاتی هم دارن. اون روزا که ما همدیگه رو دیدیم و اینها، دلداریش هم زیاد دادم، خلاص راهنماییش هم کردم و طبیعتا اونایی که تیر نخورده بودن کتکا رو خورده بودن دیگه ته توی قضیه در آمده بود. سواک هم که جنون نداشت هی بزن آدم رو، اطلاعات میخواست. وقتی که از طریق اون 2 نفر به اصطلاح هم پرونده‌هاش متوجه شدن که اینا خودسری کار کردن، ابتکاری کار کردن و صغر سنی هم هستن، 17 سالشون بود نمیدونم همچه چیزی، و اینا زیاد فشار روی نیوردن که حالا بخواد خودشو قهرمان نشون بده، چون پرونده هم نداشت. غیر از همین حادثه پرونده هم نداشت. من دیدم، خیلی ها رو دیدم، با حسنه که خاطرات می نویسن داستان سرایی زیاد میکنن. یعنی چون بعد از اونم اینقدر با من صمیمی بود که تمام جزئیاتش رو برای من تعریف کرده. و وقتی هم اومدیم قصر از کمیته مشترک اومدیم، تمام مدتی که تو زندان بودیم با هم بودیم، خیلی صمیمی. روزی نبود که ما 1 ساعت حداقل با هم توی حیات زندان راه نریم و گفتگو نکنیم. بیشترم خاطرات بود، چیز خاصی هم نمی گفتیم. حالا من تلاش می کردم ایشون رو به اصطلاح چپ بکنم و ایشون هم استعدادهای از خودش نشون می داد.
اون موقع هم چپ کردن یا گرایش به چپ رو مثلا همین کتاب گوردن چایلد و تکامل و یعنی هستی شناسی دینی رو زیر علامت سوال می بردیم. به عنوان مثال مثلا داستان آدم و حوا خنده دار بود برای ما دیگه. و هستی شناسی دینی که زیر علامت سوال می رفت موقع شک و تردیدا آغاز می شود. تا سال 54 شده اینجا ایشون هم توی بند بود و اونجا هم خوب زندگی عادیشو میکرد. ما هیچ قهرمانی خاصی ندیدیم از ایشون، ولی نمیدونم این داستانا رو چی میتراشه، کجا میاره. اون سال 54 هم که این بحران یا مشکلات تو سازمان مجاهدین به وجود اومد، تغییر خط مشی دادن و خودشون ضربه زدند و توطئه کردند و داستان شهرام، داستان تغییر شهرام و داستان افراخته و داستانهای خاموشی و افراخته و اینا به وجود اومد از سران انشعاب، سران اینا مخشیز شده بودند. منابع مالی سازمان مجاهدین هم عمدتاً بازار بود. وقتی افراخته رو و خاموشی رو گرفتن، افراخته رو بسیار زیاد زدن و حتی تا جایی رفت که قول به همکاری داد. و اتوان تو خاطرات ثابتی هست اینا، آقای پرویز ثابتی رئیس عملیات سبس ساواک. ولی تمایلی هم وجود داشت که ایشون اعدام نشه، ولی بلکه تو پرونده اینا دو تا سرهنگ آمریکایی کشته شده بود توی این دوره، نمیتونستن دیگه، بازی دور دیگه شد. حالا تو این دوره فضا تو زندان تغییر کرد. یه سری ها که سمپات مجاهدین بودن و خیلی از بازاری ها رو آوردن توی کمیته، 50-60 بازاری رو آوردن برای اینکه به اینا تفهیم کنن که پولایی که شما میدی صرف جریانی میشه که خودشون میگن مارکسیست. حتی رو در رو کردن با افراخته که توضیح بده. اینم گفت اینجا منابع مالی مجاهدین ضربه شدیدی خورد و از طرف دیگه هم در زندان هم آخوندها در جهت مخالفت با مجاهدین بلند شد. در همین دوره خاطبان آقای لاجوردی هم تو همین بند ما بود، منم گفتگوهای زیادی باش داشتم که حالا تعجب میکنم از خودم چجوری میخواستم لاجوردی رو مارکسیست کنم دیگه. این بماند تو دور آدم همه کار میکرد. من یه بحثی باش داشتم در مورد این که این نظریات انگلس رو در رابطه با انسان چگونه انسان شد. حالا ما کشوندیمش بحثمون رو تا رسیدیم این که بالاخره کار انسان را انسان کرد، از اون حالتهای فیزیکی درش برد و شق شد و راست شد و انگشتاش کشیده شد و این خصلتهای انسانی رو به خودش گرفت و داد انسان تولیدگر تبدیل شد. بعدش بعد از همه صحبت گفت خب اگه کار انسان رو درست کرده، انسان رو از میمون به انسان تکامل داده، پس چرا خر انسان نشد؟ خیلی کار میکنه، یعنی باربری رو با کار نمیفهمید. بعد من هم یاد داود داستان افتادم، گفتم که بابا یکی به اصطلاح خم شده بود تو جوب آب رودخونه، هی آب میخور. یه راه گذری گفت پدر جان اینجوری آب نخور، مغزت کم میشه، مغزت عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت بخور آب، بخور تو آب تو بخور. حالا ما به اینجا رسیدیم که آقای لاجوردی شما
اما کار خودت بکن. در صورت تو این مقطع یک تحولاتی توی این بچه های مذهبی صورت میگیره، اینجا یه چرخش به اسلام سنتی رشد میکنه و اینها آقای عزت شاهی بود و اینا. آقای عزت شاهی هم همین که شعبان بیمخ رو میگن ترور کرده، روایت دیگه هم این بوده که خود شعبان بیمخ تیر به پای خودش زد، چون یه دوره بود مغضوب شده بود، تحویلش نمی گرفتن. این با این کار خواست به اصطلاح چیز کنه، یعنی خودشو محبوب کنه، ولی در صورت تو پرونده آقای عزت‌شاهی دستگیر شد که اولین رئیس کمیته مرکز بود یا در اونجا استقرار داشت. در صورت اینا آقای عزت‌شاهی هم تو زندان کارش این بود، این کتاب های گوردن چایلد و داروین و اینا را که تو کتابخونه زندان بود اینا را می دزدید، می برد تو توالت و اونجا یه تیکی تیکی می کرد، پاره پاره ورق ورق ریز ریز می کرد، می انداخت تو سلاخ. نم مبارزات ایشون هم تو زندان در این راستا بود و به همه دلیل به برصورت اینا یک جمعیتی درست کردن به نام جمعیت امت واحده. خلاصه آقای مخمل باف هم از اونجا رفت تو این جمعیت و خلاصه نمیدونم این دعایی که میکنه اون چون موقع همه جزئیات بچه ها به هم میگفتن در این زمینه، هیچ صحبتی از رابطه با مجاهدین نبود و عضوی باشه یا چیزایی از این دست باشه نبوده. در صورت این امت واحده خب آقای چیدم بود، بیزد نبوی هم بود دیگه و اینا رفتن توی این محور. خود آقایون در همون زندان در گروهی به نام امت واحده بازگیری شدن که در ادامهش تبدیل شد به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، استخونبندی سازمان انقلاب اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی که برای مقابله با اسم مجاهدین این رسم هم انتخاب کردن. اینا از راسترین افرادی بود که تو زندان شکل گرفته بودن و در این رابطه حرکت کردن. سالها بعد خود حضرات اعتراف کردن که اولین خانه های امر رو بعد از پیروزی انقلاب درست کردن. اینها دستگیر شده ها رو به خانه های مخفی می بردن، شکنجه می دادن و بعد از این مراحل به ابین تحویل می دادن. یعنی آقای مخمل باف از کارهای چیریکی و ساواک و اینها تیم شکار ساواک رو خودش به تنهایی اجرا میکرد، نه که نباشه دیگران. یه موتورگازی داشت، هنوزم بلد نبود موتور بزرگتر برونه. اون رفیقش سیاکولا اسمش بود که با همین پرونده بودن، اون یک از سربازجوهای اوین شد. اونم یه مرتبه من نزدیک بود دستگیر کنه، چون با ماشین بودم، البته ریش داشتم، دورانه که مخفی شده بودم تو تهران و یه مرتبه موتور تریل کنار من ایستاد پشت چراغ قرمز، نگاه من کرد، من ریش بذارم خیلی تغییر چهره میدم. بعد گفت قیافت خیلی آشناست. ما میدونستیم اون موقع این موتورهای تریل مال به اصطلاح بازجوها، مال امنیتی هست. گفتم اگه حرف بزنم این چهره یا به اصطلاح و صدا تداعی میشه، این پی میبره. حرف نزدم، قیافه چیز گرفتم. دوباره گفت اینجوری،
و یاد یک دوستی افتادم تو زندان، سیروس اسمش بود، سیروس بچه شمال مجاهد بود، طرفدار مجاهدین، بچه خیلی خوبی رشدی بود، منم پیله بهش کردم یه رشدی آدمم بده. گفت آقا جون رشدی همو فارسیه، فقط زبون تو بکن گوش بس لوپت اینجوری به حرف بزن همو رشدی میشه. منم همه کاری کردم که صوت هم تغییر کنه و اتفاقا دیدم که متوجه نشد و چون نمره ماشینم شماره رشد بود خلاصه شاید کمک کرد. بعد گاز داد رفت، منم بلافاصله پیچیدم و برگشتم، گفتم شاید ممکنه فکر کنه تداعی بشه برگرده. یعنی بلافاصله اینا خودش و آقای سیاکولا و مخمل باف اینا از روز اول از نوچه های لاجوردی بودن و همکاری و دستگیر میکردن و خود این آدم راه میفتد تو خیابونا با موتور گازیش و آدم ها رو دستگیر میکرد و محسن ایشون محسن خان محسن چریک به خاطر اینکه وحشتناک حساسیت داشت نسبت به مارکسیستا و اسم آدم عقده‌ای هم هست، شدت آدم عقده‌ای خودش و لاجوردی به خصوص یادم، من از کسانی که حتی دوستی باشون داشت ولی چپ بودن، مقاومت کرده بودن، یه نوع حسادت داشت، یه نوع چیز داشت و افتاده بود تو کف خیابون هم مارکسیستا رو میگرفت، فدایا رو میگرفت. در واقع ایشون شکنجگر بود، بنابراین اعتراف سریع خودش به اصطلاح زندان میرفت و از زندانیان سیاسی فیلم میگرفت و اسمش رو میذاشت توبه نسو، یعنی به سفارش لاجوردی و استعداد خودش فیلماش اینجوری چیز کرده بود و این مزخرفات رو که گفتم بیل و کلنگ هنری تولید میکرد و با هر توجیه میخواد باشه. اما نباید فراموش کنی که ایشون یک پاسدار بوده، شکنجگر بوده و هرچه بگه در خدمت سرکوب جنایت بوده. حتی عجیب بود، دائما میرفت بخش زنان، یعنی خیلی قیافه زشتی هم داشت، عقده‌ای بوده و نمیفهم عقده هاش تو بخش زنان میخواسته خالی کنه، ربطی هم بیشون نداشت، ولی در اون موقع اینا یک تاز بودن. از خودشون در کمیته پشت بهارستان، کمیته مرکز با عزت شایی و همینطور محمد شهرستانکی و چند نفر دیگه اینا گروه داشتن، دستگیری، گروه دستگیری مجاهدین و فدایی‌ها رو دستگیر میکردن و بعد از اینکه کارشون با اینا تمام شد تو همه خونه‌های تیمی درست کرده بودن میبردن اونجا شکنجه میدادن خودشون و کارهای اولی رو انجام میدادن، بعد میبردن تحویل لاجوردی بود میدادن. یکی از طلبه ها در سالهای بعد بسیار تعریف کرده که محسن بعد از سال 60 به زندان قزلحصار و اوین رفت آمد داشته، دستگیر شدگان رو شناسایی میکرده، لو میداده، گفته که خودش اینا رو از محسن در قزلحصار شنیده، هرچند که از لو دادن هم کارش گذشته بود و بیشتر از لو دادن انجام میداد. در میان میدان امام حسین فردی رو به نام اکبر شناسایی کرد و مجاهدین بود، دستگیری میکنه و به اصطلاح میبره اوین، بازجویی میکنه و تیرباران هم میشه و کارش افراطی تر از این حرفا بوده. در صورت داستان خود منم که شهرت پیدا کرد و اونم به اصطلاح
این مطلب رو من حدود بیش از 20 سال پیش در مورد ایشون نوشتم در روزنامه نیمروز، هفته‌نامه نیمروز چاپ شد. به دنبال اون بسیاری از تلویزیون‌ها اومدن با من مصاحبه کردن با من، من جمله آقای میبودی، و یه روز از من پرسید بس حاضر هستی با آقای مخملباف مناظره کنی؟ گفتم فکر نمی کنم تن بده، جرأت نمی کنم. گفت ما دنبال میکنیم. بعد از چند روز ردش گرفتم، از که تو تاجیکستان بود اون موقع یا جای خارج کشور بود. گفتش ما تماس گرفتیم، حاضر نشد. گفتم قابل فهمه برای من، چون داستان روشنه. که بعد از سالها، سالهای 90 بود، مادرم آمده بود آلمان، دو تا شخصیت رو فراموش نکرده بود. اولین چیزی که از من پرسید اون جقله چی شد؟ به بختیاری جوان توهین مغز، جوان بد رو میگن جقله، و گفتم داره اسکار میگیره. گفت اسکار چی هست؟ دوزی دادم، تعجب کرد. و نفره که بینی منو بگه، و بعد نفر دومه که به نیکی در ذهنش مانده بود، دبیر دوم حزب بود، حزب توده ایران، جوانشیر بود، که آقای فرج الله میزانی، معروف به جوانشیر، نویسنده معروف و یکی از بهترین فردوسی شناسان ایران، که کتاب حماسه دادش بسیار بسیار کتاب عمیقی است. این وقتی میمد خونه ما، دست مادر منو ماچ میکرد و مادر من پیشانیش ماچ میکرد و رابطه عاطفی بسیار خوبی داشتن. اینو به نیکی یاد میکرد. گفتم باشد مادر، حالا که اینجوری شد من این مطلب رو بیرونی میکنم و شروع کردم نوشتم. به این گونه نوشته آغاز میشه: آنگاه که موجودیت افکار متحجر به خطر می افتد، خود را از تمام قیودات اخلاقی و انسانی رها می کند. در این حالت استفاده از هر مفهوم و وسیله من جمله مکر و خیانت، شدت و عمل و شکنجه، خرید و فروش مناصب و مزایا، زندان و حتی مرگ و کشتار مجاز شمرده خواهد شد، زیرا همه چیز در خدمت تعلق به آن افکار قرار می‌گیرد و باید انسان را در برابرش قربانی کرد. دانای توس بر این تفکر آگاه بود. به همین جهت در بیش از 1000 سال پیش، در عصر فروپاشی ارزش‌های اخلاقی و انسانی، در نامه رستم فرخزاد که در حقیقت وصیت‌نامه تاریخی و فرهنگی ایران باستان است، آن را به نحو دقیق و باشکوه بیان کرد که از ایران و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدند در میان، نه دهخان، نه ترک و نه تازی بود، سخنها کردار باسی بود. اما در گرمای زودرس سال 1360، پیکر سنگی پیر دانای توس در میدانی که به نام اوست، با چشم بینای فضیلت دید یکی از چهره‌های پرآوازه هنر ایران، کلت کالیب 45 آمریکایی خود را در پشت شقیقه مردی بلند قامت گذاشت و از او خواست
که کوچکترین تکانی نخورد و دستهایش را بالای سر قرار داد. مادر سالخورده مرد دستهایش را دست فرزند خود را محکم گرفته بود، رها نمی کرد. مادر حق داشت، چرا که عنایت پسر کوچکش را در جبهه جنگ از دست داده بود. او چند ماه پیش در جبهه دوبهردان برای دفاع از میهن جان باخته بود. مادر دیگر نمی توانست شاهد از دست رفتن دومین فرزند خود باشد. مادر به تازگی از پیش آیت الله منتظری برگشته بود و در دست او حکمی از این انسان بزرگوار بود و در آن قید شده بود که همه انسانهای شرافتمندی که در دفاع از میهن جان باختند باید شهید خوانده شوند. اون این حکم را به دان جهت گرفته بود که همسر چمران و افراد حزب اللهی نظیر شمخانی و اینها چند بار کوشیده بودند پیکر سرباز شهید راه وطن را به جرم فدای خلق بودن از قطعه شهدا درآورند و در نقطه‌ای که لعنت آباد نام داشت دفع کنند. گرچه آقای منتظری با محبت و احترام مادر پیر را پذیرفته و دلداری داده بود و حکمی در اختیارش گذاشته بود، اما مادر هنوز نتوانسته بود خاطره این کابوس شوم را از خودش دور کند. در این لحظات مادر همه چیز را فراموش کرد و تنها به کلت کالیب 45 که شقیقه پسرش را نشانه گرفته بود میاندیشید. دستان کارگردان میلرزید. آیا لرزش دست ناشی از ترس بود یا ناشی از آگاهی برزشتی عملی که مرتکب می شد؟ برای مادر فرق نمی کرد. او با چشمان از حدقه در آمده مضطرب و پریشان مترسد آن بود که این لرزش دست باعث شلیک گلوله نشود. گاه التماس می کرد و لحظه بعد به انقلاب و تمام رهبران آن دشنام می داد. آبرین پیاده از حرکت باز ماندن و خودروها به حالت توقف در آمده بود و صدها چشم با استراب و نگرانی و با کنجکاوی و کناکشگری فطری ما ایرانی ها منتظر نسانه عجیب بودن. فردوسی بزرگ، ناظر بزرگ که سالیان دراز بسیاری از نامردمی های زمانه ما را شاهد بود و اینک در مقابل چشمان سنگیش جنایتی در شرف تکفین بود، شاید بی اختیار زیر لب زمزمه کرد: زبان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش. مرد که عرق سردی روی شقیقش نشسته بود صورت خود را چرخاند تا چهره شکارچی انسان را ببیند. باور نمی کرد چگونه جنایت و هنر می توانند دست در دست یک دیگر بگذارند و در وجود یک انسان این جنین تجلی بارزی پیدا کنند. آیا می توان در خیابان به شکار انسان پرداخت، دیگر اندیشان را دستگیر و مسلخ فرستاد و همزمان با فعالیت‌های هنری و کارگردانی فیلم و تئاتر مبادرت کرد؟ آیا جنایت و خشونت چون یک بیماری مصری به صفات ملی ما تبدیل شده؟ آیا به راستی هنر و اخلاق و معرفت مدفون شده؟ مرد لحظه تردید کرد، سپس
پیش خود اندیشید که شاید این کارگردان قصد ساختن فیلمی را دارد. نقشای حساس و صحنه‌های تراژیکش را باید مردم عادی خلق کنند. شاید این کارگردان قصد آن دارد که صحنه تاریخی و فراموش نشدنی کشته شدن یک ویتکونگ به دست رئیس پلیس سایگون را در ملأ عام و در خیابان بازسازی کند. شاید قصد دارد اضطراب و وحشت یک مادر سال خورده را که زیر بار غم از دست دادن فرزند شهیدش کمر خم نموده به نمایش درآورد تا نفرت مردم از جنگ و سرکوب پلیسی با عامل بیداری، مقاومت و مبارزه آنها شود. شاید میخواهد ترس و وحشت را در چشمان یک فدایی خلق ببیند و آن را در فیلم های آیندهش به نمایش درآورد. اما فریاد عصبی و مرتعش محسن چریک، دوست دوران زندانش، که مردم تحریک شده را با تهدید اصلی از نزدیک شدن به صحنه برحذر می داشت، مرد را به خود آورد. او نگاه گذرایی به اطراف انداخت و دید که از دوربین فیلمبرداری، دستیار کارگردان، نور، ابزارهای فیلمبرداری خبری نیست. تنها خشونت عریان بود که خودنمایی میکرد. مادر که خود را در میان زندگان آن دوره بی پناه دید، دست دادخواهی به سوی حماسه سرای توس که در نزد قبایل لور مقامی چون قدیسین دارد دراز کرد و از او استمداد طلبید. برق نگاه آنان در گوشی از آسمان غم‌زده شهر با یکدیگر تلاقی کرد. مادر غم و ترس را برای لحظه‌ای فراموش کرد. چون دوران جوانی که بر اسب که هر می نشست و می تاخت خود را نیرومند یافت. او به نسلی از قبایل لور تعلق داشت که اسب و تفنگ و شاهنامه با زندگیشان عجین بود. گرچه سواد نداشت اما بخش بزرگ از شاهنامه فردوسی را و پاره از اشعار بابا طاهر عریان را از بر داشت. شخصیت های شاهنامه را بار دیگر در ذهن خسته و دردمندش جان گرفتند و یلان و نامداران به سرعت از مقابل چشمانش گذشتند. اون در این قالب شخصیت حماسی گردآفرین را برای خود بازآفرینی کرد. فرود آمد از در به کردار شیر، کمر در میان باد، پایی به زیر، به پیش سپاه اندر آمد چو گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. کارگردان هفت تیر به دست در نظرش کوچک و حقیر جلوه کرد. از شغاد و سعد ابن ابی وقاص هم حقیرتر. پس با چنگ و دندان به کارگردان شکارچی انسان حمله بر شد. شکارچی که انتظار چنین واکنش متحورانه را از پیر کهنسال نداشت و در این حال چهاردانگ حواسش متوجه شکار بود، غافلگیر شد. از در صورتش به سفیدی گرایید. دانه های درشت عرق بر پیشانیش نشست. مردم ایران که همیشه جانب مظلوم را میگیرند، در میدان فردوسی چنین کردند، جانب مادر را گرفتند. کارگردان برای خلاصی از چنگ مادر در این حال که اسلحه را پشت سر مرد نگه داشته بود با لگد به شکم مادر زد. پیرزن نقش بر زمین شد. هر لحظه انتظار فاجعه می رفت. کارگردان شکارچی برای اینکه مردم تحریک شده را خاموش و آنها را به صحت اعمال خود واقف و جلب کند، تمام هنر سینماییش را به کار انداخت و چون یک هنرپیشه ماهر فریاد زد: ای مردم مسلمان که برای سرنگونی طاغوت قیام کرده اید، این مرد کمونیست است، بی خدا است، چیزی که فدای خلق است، رهبر فدایان است، دشمن پیغمبر و امام است.
در کردستان و گنبد سر پاسداران را بریده با اره بریده است. ضد انقلاب است. در میان نطق با شکوه کارگردان، نیروهای گشتی و افراد مسلح کمیته فردوسی سر رسیدن. بر دستای مرد دستبند زدن. او را کشان کشان به سوی کمیته فردوسی. بیچاره فردوسی. بردن. مردم پیرزن را از زمین بلند کردن. و او تا به خود آمد چون گلوله به طرف فرزندش جهید. دست بسته او را محکم گرفت و با او همراه شد. سخنان کارگردان هنوز به گوش می رسید. اما به تدریج در هیاهوی مردم گم می شد. حماس سرای توس به شکارچی انسان که کلت کالیب 45 خودش را در امتداد پاها قرار داده و به طرف کمیته فردوسی می رفت با خشم و انزجار می نگرستن. مادر در آستانه کمیته برگشت و کارگردان را ورانداز کرد و افسوس و خشم خود را فرو خورد و زیر لب زمزمه کرد. فلک شبدیز شه ماتم گرفته، تبار خسروان را غم گرفته، سیاوش بر زمیر باد می رفت، چه بیدادی بر این عالم گرفته. دقایقی دیگر شکارچی در سیمای بازجو ظاهر شد و همبند سابق خود را در پشت میز نشان. متهم: هنوز نمی توانم باور کنم که همزنجیران سابق و دوستان دوران زندان رژیم گذشته در سیماهای کاملا متضاد و مقابل همدیگر قرار گیرند. یکی در گشت شکار، بازجو، ابزار سرکوب و دیگری در سیمای قربانی و متهم. اگر بیاد آوری، اولین دیدار ما در بیمارستان شهربانی در خیابان بهار بود. تو به هنگام خلسلای پاسبان تیر خورده بودی و ساواک تو را مستقیم به بیمارستان شهربانی منتقل کرده بود و من در اثر شکنجه زیر عمل جراحی رفته و کلیه‌هایم از کار افتاده بود. تو برای اولین بار با قلبی در من و روی مستره با یک انسان شکنجه شده برخورد می کردی. آن زمان عواطف و احساسات شریف و حس همدردی پاک و انسان دوستی در تو وجود داشت. اما امروز در سطح یک شکارچی انسان سقوط کردی. علت چیست؟ آیا قدرت این گونه است که انسان رو به ورطه نابودی بکشاند؟ بازجو آیه مخمل باف: من در خاطرات و به خاطر خاطرات زندگی نمی کنم. من برای حال و آینده، برای انقلاب و اسلام می جنگم و زندگی می کنم. هر اندیشه و نیرویی که مانع تحقق و تحکیم انقلاب و گسترش و تعمق اسلام شود باید از میان برداشته شود. دلسوزی، وجدان، به اصطلاح یأس، ندامت و امثال هم احساسات و عواطف فرودستان و شکست خوردگان است. شکست خوردگانی که اگر پیروز می شدن چون رژیم گذشته نوعی اشرتکده زمینی می ساختن. برای من بزرگترین وسوسه و فریب انکار خشونت، پشیمان شدن و صلح کردن با دشمنان عقیدتی می باشد. تمام انقلاب و انقلابیون بدان جهت سقوط کردند که نتوانستند در مقابل وسوسه های فوق مقاومت کنند. هر گونه مصالحه با اندیشه های ضد توحیدی، ضد اسلامی، ضد انقلابی نقض عهد و پیمان شکنی با خدا و قرآن است. من آموختم
که چشمها و گوشهایم را در مقابل وضع رقتانگیز دوزخیان، طرد شدگان، نفرین شدگان و شکست خوردگان ببندم. من به مرحله ایقان مطلق و اطمینان کامل رسیدم و از طریق طاعت مقدس دروازه های بهش را می گشایم. ما می دانیم که اگر حیوانات بیماری نظیر تو را که حامل میکرو و واگیر فساد هستند از گله های بیگناه جدا و قرنطینه نکنیم و چنان که قابل معالجه نباشند نابود نسازیم، تمام جامعه بیمار خواهد شد. رسالت ما حفاظت از امت مسلمان در مقابل تمامی میکروب ها و بیماری های جهان امروز است. بیماری هایی که از شرق و غرب چون طوفان ویرانگر سرازیر می شوند و موجودیت جاودانگی اسلام، امت مسلمان و انقلاب بزرگ ما را به خطر می اندازند. ما با شمشیرهای اوریان از انقلاب و اسلام دفاع خواهیم کرد. متهم، ما در شرایط برابر قرار نداریم که بتوانیم با همدیگر در مورد مسائل عقیدتی بحث و گفتگو کنیم. دستان من دستبند و بر اندیشه و زبانم نیز قفل اعتیاد زده شده است. تو کاملا آزاد هستی که هر آنچه می اندیشی و باورداری بر زبان جاری سازی. برای من خطرناک خواهد بود، اما لذا تنها به چند نکته اشاره می کنم. سکوت بزرگ و گاه طولانی تاریخ همواره افرادی نظیر تو را به اشتباه می اندازد. براستی باور داری که ملت ایران به خاطر به طور کامل پشتیبان شما هست، یا اگر بخشی از جامعه از شما حمایت می کند این جانبداری ابدی خواهد بود؟ بقیده من آنان که مهر سکوت بر لب دارند یا تسلیم شده به نظر می رسند، به خاطر خیلی عظیم چماقداران و هفتیرکشانی است که در خیابان ها موج می زنند. اگر تصور می کنیم که ملت بزرگ ایران به خاطر اسلام انقلاب کرده، سخت در اشتباه هستی. مردم به دنبال خواسته ها، نیازها، آمال و آرزوهای خود هستند و گمان بردند که استقلال، آزادی و عدالت از طریق شعارهای اسلامی به دست می آید. اما شما با رفتار و کردار خود مردم را بسیار زود از این اشتباه بزرگ در آوردید و در خواهید آورد. اگر آنها مجددن به اصطلاح ساکت و صامت به نظر می رسن، این سکوت مقطعیه، سکوت مقطعی تاریخه که همیشه جبران آن را جباران را فریب می دهد. این سکوت قطعا پایدار نخواهد بود. اما اگر ما فدایان در گذشته و با مبارزه خود تاریخ را ساختیم، امروز شما با سرکوبگری های خود سیاست را می سازید. سیاستی که نه بر اقتدار بلکه بر سرکوب و اجبار استواره. جنابالی، نه تاریخ ساز هستی نه سیاست ساز. تو مذموم ترین حرفه رو در دستگاه سیاسی انتخاب کردی. تو معمار و مهندس این ساختمان که انقلاب نام دارد نیستی، بلکه مغنی آن هستی. چه از روی اعتقاد و ایمان آنگونه که خود میگویی و یا با انگیزه های شخصی آنچه که من میبینم، این کار را انجام میدهی. قطعا خطرناکتر از همکاران دیگرت که تنها به عنوان یک حرفه در این دستگاه امنیتی کار میکنن عمل خواهی کرد. تو در نقش یک شکارچی انسان هفتیر به کمر بسته ای، شاید صدها انسان را دستگیر کرده ای، تحویل دادگاه
انقلاب داده ای. آنها شکنجه شدن و ممکن است زیر شکنجه جان باخته باشند. حتی این امکان وجود دارد که تو در نقش بازجو دستگیر شدگان را شکنجه داده ای. به هر حال من مطمئن هستم که اولین و آخرین قربانی تو نیستم. آیا میخواهی از این طریق به حق برسی و دروازه های بهشت را برای خود و دروازه های جهنم را برای دیگر اندیشان بگشایی؟ آیا اینگونه میخواهی جلوی نفوذ اندیشه های الحادی و بیماری را بگیری؟ من معتقدم که این گونه اعمال تو میتواند کشور باستانی مرا به یک قرنطینه بزرگ تبدیل کند. تو خود را نماینده مردم و وجدان آگاه جامعه قلمداد میکنی. بهتر است مردم و خلق را از این معادلات دور کنی. انگیزه های تو بیشتر شخصی است. اگر فردا شیطان بزرگ به این تمایلات تو پاسخ دهد، پاسخ مثبت دهد، به جانب او خواهی رفت. تو ضعف و ناتوانی خود را پشت این اسلحه پنهان میکنی که آن زمان که خواستی پاسبان را خل سلا کنی که موفق نشدی و به همین لحاظ دوچار عقده خود هفتیر کمبینی داری تو. و چه امروز که در پناه کلت کالیب 45 آمریکایی خود را مردی قوی احساس میکنی، علاقمند هستی که مردی قوی باشی و همه به ویژه افراد سرشناس از تو بترسن. از این رو هفتیر تو، دوربین تو، قلم تو، هر وسیله دیگری که در دستان تو و امثال تو قرار بگیرد بیشک وسیله خواهد بود برای ارضای این منش شیطانی. شاید امروز در دوران فروپاشی ارزش‌ها بسیاری از ارزش‌ها تو بتوانی در یک دست هفتی و در دست دیگر دوربین فیلمبرداری و همچنین همچنین دوستان دیگرت در یک دست شماغ بگیرند و به دفاتر سازمان‌های سیاسی حمله کنند و در دست دیگر قلم بگیرند و مجله منتشر کنند. اما این دوران دوام نخواهد آورد. باید انتخاب نهایی را انجام بده. شاید بدانی که در قرآن آمده کسی که انسانی را کشت انسانیت را کشته است. آیا این کلت آمریکایی خود تا کنون با این کلت آمریکایی خود انسانی را کشته ای؟ قطعا کشته ای. قبلا شنیده بودم که تو در دستگیری هنرمندان من جمله سعید سلطانپور نقش مستقیم داشتی. باور نکردم. آن را بیشتر یه شایعه زشت تلقی کردم. اما امروز که تو را در این سیما میبینم خیلی تمامیه تردیدها از بین رفته. به ویژه از قول دکتر ساعدی که تمامی هنرمندان و روشنفکران میهنم به اعمال تو و چماقدارانی که لباس بدلی هنر را به تن کرده اید واقف و با استراب و ترس حرکات شما را دنبال میکنم. به تو هشدار میدم از خشم و نفرت هنرمندان واقعی بترس. همان گونه که محمود غزنوی 1000 سال پیش از سلطان اندیشه و خرد فردوسی بزرگ بیم داشت. معبود و معمودها می آیند و می روند، اما فردوسی ها همیشه ماندگارند. آنها همواره جاری و ساری هستند. باجو حرف مرا قطع کرد و گفت: شماها که سازمانهای خود را به نام خلق و توده و مردم و امثال هم نامگذاری می کنید، از خلق و توده و ملت و تاریخ چه می دانید؟ شما از تغییرات عظیمی که در سرشت امت مسلمان روی داده شگفت زده شده اید. چگونه می شود برای شما توضیح داد؟ ما به اعمال روح و سرشت این توده ها، توده های بیشک و بینام که ماده اصلی تاریخ را تشکیل میدهند نفوذ کرده ایم. با آنها هویت داده ایم. اگر تا دیروز آنها در مقابل مشتی ژاندار و پاسبان شیره‌ای خوار و ذلیل بودند، امروز بزرگترین قدرت
قدرت های جهان از مقابل آنها میگریزند. اگر تا دیروز شاه مملکت بدون اجازه سفرای آمریکا و انگلیس اجازه آب خوردن هم نداشتند، مردم ما را تحقیر میکردند، امروز باید چاپلوسی ما را بکنند. ما با آنها سیلی میزنیم. ما انتقام آن حقارت ملی را که توسط آمریکا و انگلیس در سال 32 به امت مسلمان تحمیل شد گرفتیم. ما بودیم که قوانین به حرکت در آوردن توده های بیشک، بینام و بیهویت را کشف کردیم. ما از طریق تعالیم سترگ اسلام قوانین رخوت، سستی و تغییرات بدعی ساختمان مولکولی و پاره شدن ناگهانی روان مردم را کشف کردیم. عظمت انقلاب ما در همین نکته است. شما طرفدار مشتی آرمان پوچ و در پی ارضای تمایلات حیوانی توده ها نظیر نان، مسکن و برقراری آزادی و بیقید و شرط هستید. ما در کاوش سرشت تاریخ سطر اسلام قوانین بر حرکت در آوردن این توده بی هویت و ذلیل را کشف کردیم و از آنان امت قهرمان مسلمان را ساختیم. و تا مادامی که این اعتقاد بازیافتگان در صحنه هستند، ما از مشتی مزدور اسلحه به دست و قلم به دست حراسی نداریم. ما اسلحه و قلم های آنها را بیشکنیم، سرب داغ در دهان آنها میریزیم. دیگر اجازه نخواهیم داد که به نام آزادی و حقوق خلق ها و اراجیفی نظیر آن در کردستان و گنبد و سایر بلاد اسلامی بلوا و آشوب پا کنند و در نقاط دیگر آزادانه روزنامه و مجله منتشر کنند و با افکار مسموم خود جامعه را دچار پریشانی، هرج و مرج و کشور را دچار تجزیه کنند. متهم سیگاری روشن کرد، برف باجی را قطع کرد و گفت: آقای محترم، همه جباران در طول تاریخ همین ادعاهای بیشرمانه شما را داشتند و از شما هم خیلی قدرتمندتر عمل کردن و حق به جانبتر سخن گفتن. هیتلر می گفت که تاریخ از پیروزمندان بازخواست نخواهد کرد. او تصور می کرد که قدرت حقانیت می آورد و زوال ندارد، اما تاریخ از همه من جمله از شما بازخواست خواهد کرد. آن کس که امروز خود را محق می شمارد در جایگاه قاضی و داور کل سخن می گوید، فردا باید در سکوی اتهام اعمال خود را پاسخگو باشد. جواب دادن به تاریخ و وجدان بشر یکی از دشوارترین پاسخگویی هاست. شما در دادگاه ملت بازخواست خواهید شد. آنگاه معلوم خواهد شد که حق به جانب کیست. در حال حاضر تو ایمان و اعتقادات را واسطه و دلال فروش روح و وجدانت به شیطان کرده ای. از نظر من شیطان همان قدرت است، قدرت غیر پاسخگو، قدرت گستاخ، قدرت زورگو و انحصار طلب. من تاریخ را از تو عمیق‌تر خواندم و تنها به روایات تجریدی و شعارهای انتخاب شده در مورد صدر اسلام و هجوم اعراب به ایران اکتفا نکردم. از این رو اختلاف عمیقی بین ما بروز کرده. من میدونم که تاریخ به تقوا کاری ندارد. ممکن است جنایات این پادشاه یا آن حاکم بدون عقوبت باقی بماند، ولی هر اندیشه منحرف، هر جنایت و خطایی به دنبال خود نتایجی به بار می آورد که عواقب آن دامان نسل‌های آینده را خواهد گرفت. امروز هم شما با اندیشه و عمل خود چنان ضربات و خساراتی به تمدن و فرهنگ و روان و شخصیت ملت ایران میزنید که تاوان آن را 7 نسل بعد باید بپردازند. امروز شما خشونت را نهادی نمی کنید و می کوشید آن را به صفت ملی ما تبدیل کنید. فردا ابعاد جنایت و قانون شکنی چنان گسترده خواهد بود که دیگر خود شما هم مسئولیت نخواهید داشت. شما هر فکری را مانند قصاص قبل از جنایت با کشتن پاسخ می دهید. حتی اجازه نمی دهید که در درون کاسه سر یک انسان محیط خصوصی وجود داشته باشد. تصادف تاریخ این فرصت را به شما داده بر کشتی کهنسالی که ایران نام دارد فرمان روایی کنید. این کشتی گرچه در مقاطع مختلف
فرماندهان نالایقی نظیر شاه سلطان حسین هم داشته و آسیبهای فراوانی دیده است. اما از میان طوفانهای سهمگین سربلند گذشته. میدانی علت آن چیست؟ در کف این کشتی هزاران کیسه تعادل روی هم انباشته شده است. در این کیسه ها شن و ماسه نیست، در اونها گنج عظیم تمدن و فرهنگ و هنر ایران نهفته است. شما نه زرگر هستید که قدر زر بشناسید و نه گوهری که قدر گوهر، نه کورش میشناسید نه داریوش، نه فردوسی میشناسید نه حافظ، نه مولانا، نه تخت جمشید، نه بیستون. به همین دلیل نابخردانه این گنجینه های عظیم را به دریا میریزید و میخواهید تعادل کشتی را تنها با اتکا به دکل اسلام، پرچم اسلام، حفظ کنید. شما میکشید حافظه تاریخی ملت ایران را کور کنید، به یک حافظه کاذب و غیر ایرانی را در جمجمه سر ملت پیوند بزنید و فعال کنید. شما نام ها و نشان های غرور آفرین فرهنگ و تمدن ایران را تحت عنوان فرهنگ طاغوت به لجن آلوده می کنید و در عوض نام های نامانوسی نظیر تارق و مارق و امثال و هم را با آب طلا بر پرچم این کشتی کهنسال می نویسید و چنان می نویسید که گویا این ملت ملت بزرگ و نام‌آوری نداشته و نمی دانید که اگر این دکل به دلیل ناهماهنگی بر زمین بیفتد تمام کشتی در خطر خواهد افتاد و موضوع مرگ زندگی ملت است. شما باید بدانید که انسجام و تعادل روانی روحی فرهنگی که راز بقا و تداوم زندگی بالنده یک ملت است از طریق مشتی روایات مشکوک و نوشته های حزیانی نظیر هلیل تلمتقین و توزیع مسائل و جادو و جنبل تامین نمی شود. این شعبده بازی که شما آن را به نام اسلام و انقلاب به روی صحنه آورده اید فقط برای تحکیم یک دیکتاتوری مذهبی است. این دیکتاتوری میتواند از طریق نوع طاغوتی آن به مراتب خشنتر و بیپرواتر باشد. شما میخواهید این پدیده ویرانگر را به نام ضرورت تاریخی به جامعه تزریق کنید. داستان سرایی و افسانه سازی در مورد شخصیت های صدر اسلام که جز جعلیات تاریخ و عوام فریبی چیزی دیگری نیست دقیقا در خدمت همین هدف است. شما تعجب اعراب و پیروزی های نظامی اونها را به دلیل حقانیت و برتری فرهنگ و تمدن آنها می دانید. باید به شما یادآوری کنم. آن زمان که اعراب آمدن بزرگترین و پیچیده‌ترین شبکه های آبیاری جهان در خوزستان یعنی سرزمین نیشکر وجود داشت که به دست مهندسان و معماران ملت های ساکن ایران ساخته شده بود. اعراب چنان این منطقه را ویران کردند که بیش از 1500 سال طول کشید تا در عصر محمد رضا شاه به سدسازی اقدام شد و کشت نیشکر مجددا آغاز شد. حتی بزرگترین دانشگاه جهان که 7000 دانشجوی خارجی در آن تحصیل می‌کردند و مجربترین پزشکان را در اون دوره تاریخی فارغ التحصیل می‌شدند از این دانشگاه جندی شاپور. بنابراین به نام انقلاب فرهنگی در صدر اسلام نه تنها تمام کتب و نوشته ها و تمام دانشگاه و فرهنگسراهای ایران زمین را تومه آتش کردید، این دانشگاه نیز ویران شد. امروز هم دارید همون انقلاب فرهنگی را پیش ببرید. این خلاصه بود که فضا را سعی کردم بازسازی کنم. آخر سرم درسته بعد از این گفتگو که بین من ایشون برقرار شد تلفن زد به لاجوردی و گفت فلانی رو دستگیر کردیم، اونم گفت بیارش و به اصطلاح ما رو آوردند و یک ماشین شوولت آمریکایی بود و تعجب کردم دیدم که سرنشینان اون یک افسره، یک ستوانه، دوتا پاسبانه، ریش تراشیده، مرتب، ادکران زده و بعد دیدم اینا اکیپ شکار هم که همون اکیپ های شکار زمان سواک همون افراد. در صورت تحویل داد ما را
اوین ببره و تحویل بده. و اتفاقا اون افسر سرگرد بود، ما رو شناخت و گفت اگه بیاد نداری که یک بار من تو رو از بیمارستان آوردم کمیته از بیمارستان. و گفت خب عکسای تو تو تهران تمام پر است، عکسای دوران انتخابات. و در اونجا گفت ببین شما رو هم تو عروسی میکشن هم تو عزا، و ما رو هم تو عروسی نگه میدارن هم تو عزا. شغل ما هر کس بیاد رو قدرت ما رو لازم داره. و گفت ببین رفیق سابقت پاکت رو باز کرد. گفت رفیق سابقت ببین چی نوشته. بسم الله القاسم الجبارین، اخوی بزرگوار حاج سید اسدالله لاجوردی، پیرو مکالمه تلفنی، زندانی رژیم سرنگون شده طاغوت حشمت الله رئیسی رو توسط گروه گشت بلال حبشی به زندان اوین منتقل میکنه. گرچه نام برده در موقع دستگیری مسلح نبود، اما دلایل فراوان وجود دارد که او از رهبران گروهک الحادی و ضد انقلابی چریکای اقلیت است. علاوه بر آن فرد مذکور همواره در افکار کفرآمیز و زلالت‌های خود محکم و استوار بوده است. آثار شکنجه‌هایی که بر بدن او مانده دلیل آشکاری بر این مدعا است. باید اضافه کنم ایشان از سردمداران مبارزه بر علیه دین، مذهب و روحانیت بوده و در زندان‌های طاغوت کار را به حد تحقیر روحانیون و اهانت به مقدسات مذهبی می‌کشند. گزارش تکمیلی متعاقبا من ارسال می شود. اخوی کوچک شما محسن مخبل باف و الذین کفر و فلان و آنان که کفر ورزیدن و آیات ما را تکذیب کردن اهل جهنم هم. یعنی فتوای قتل منو ایشون داد. ولی خب لاجوردی از این بابا با انصافتر بود. این را میبایست من با تأکید گفته باشم چون طولانی است این مطلب، نخواستم تمام وقت رو صرف این آقای محسن مخبل باف کنم. اما تو این فاصله بعد از این مناظره یا گفتگو در بی بی سی بحثای زیادی شد و خلاصه یه سری ها که نمیدن میگفتن خب تغییر کرده، انسان حق تغییر رو داره یا نه. من هر خودم والا این حق تغییر رو به هر کسی میدم، من جمله به خودم. ولی اگر کسی مجرم است، آدم کشته، آدم شکنجه کرده، این دیگه مسئله اندیشه نیست که بگیم آقا حق تغییر داره. آدم سیاست کرده، حرف زده، مطلبی نوشته، آسیب مستقیم به کسی وارد نکرده، یعنی جنایت نکرده، جرم مرتکب نشده، انسانی رو نکشته، انسانی رو شکنجه نداده، انسانی رو نابود نکرده، یه نظری داشته، یه صحبتی کرده، الان خلافش در اومده، تغییر بکنه، چه اشکال نداره. یعنی حق تغییر این گونه است. والا اگه جوری باشه پس هر قاتلی میتونه بگه که آقا درسته من قتل کردم، ولی الان دیگه آدم خوبی شدم، خب بریم ادامه بدیم دیگه. منم والا تمام این خط امامی هایی که تو این شبکه ها بودن، یعنی تو شبکه های دستگیری، بازجویی، شکنجه، آدم کشی، و چون خب ببین همه چیز ما گردن خمینی میندازیم. خمینی که
هفتیر نبود تو خیابون، خمینی که پونس نبود تو خیابون، خمینی که چاقو نبود تو خیابون، خمینی حرفی میزد. اینها عمل اکره جنایت اینا هستن، چون اندیشه یا سخنان خمینی از طریق این افراد مادیت پیدا میکرد. اگر میخواست جامعه رو به هراس به مبتلا کنه، این هراس افکنان رو مینداخت کف خیابون. اینها بودن که انسان ها را میزدن. خوب میگفتش که ما اجازه نخواهیم داد که به اصلا زنها بروند توی دریای شمال فلان کنن، یعنی با بیکینی مثلا شنا کنن. یعنی حرف کافی بود که این سگهای زنجیری را بیفتن و مردم رو بکرن توی حجاب، یعنی جامعه رو به قهرها ببرن. و اینها اتفاقا بسیار آدم های خطرناکی هم بودن، گاهن از خود فتوا دهندم بدتر عمل میکردم. اگر اینجوری هست، یکی از فیلمسازهای معروف دوران هیتلر، کارگردانهای معروف، ایشون هم تو دادگاه نورنبرگ محاکمش کردن و تا آخر عمر محرومش کردن از اینکه به دوربین و این چیزا نزدیک نشدی. اصلا تو لیاقت اون رو نداری، به خاطر همکاری هنری، فقط همکاری هنری کرده، فیلم ساخته. این تنها همکاری هنری نکرده، توی همین زندان اصفهان فیلم این توبه نسو بوده، چی بوده، برده یکی از فالانشترین سرکوبگرترین رؤسای زندان در اصفهان بود، به زندانیان گفته که امشب فیلم داریم. اینا همه تعجب کردن، اینا از این صحبت ها نبوده توی زندان. اینا بعضیشون ترسیده بودن نکن اینا میخوان همه رو برن تو سالن سینما، سینما اونجا آتش بزنن مثل سینما رکس بشه. این ذهنیت هم ایجاد شده. یک نفر خب نرفت، در خاطراتش می نویسه من نرفتم، رئیس زندان آنقدر آمد من رو زد، شکنجه داد. فیلم چی بود؟ فیلم آقای مخمل باف. چرا نرفتی ببینید؟ چه وسیل، یعنی این باز چیزا بود که در یه هفتاد اومد برنامه هویت تو تلویزیون، افرادی رو در صورت میوردن مثل تو تلویزیون، مثل آقای صحابی، مثل آقای ملکی، اینا رو زیر فشار قرار میدادن میوردن تلویزیون. این کار رو مخمل باف شروع کرد، یعنی با دوربینش و را میفتاد و هر کس فیلم این رو نمیدید شکنجه میشد. اینجوری هنرمند شدی؟ بگذاریم. اما حالا این آقای محسن چریک که میگه من عوض شدم، من نمیدونم چرا اسم آقای رضا پهلوی که میاد ایشو کهیر میزنه. یه مرتبه به اصطلاح اون ماهیت خودش رو نشون میده. یاد فیلم دکتر استراف لاف، آقای بیبانی کمک هم کنی، استراف لاف بود، پیتر سلز بازی میکرد، یه دانشمند فاشیست رو نشون میداد که در حقیقت دانشمند اتمی بود. بعد از جنگ آمریکایی ها میبرنش آمریکا، ولی افکار فاشیستیش سر جای خودش. استرینگ لاف فکر میکنم، استرینگ لاف فکر میکنم، بله. بعد این خلاصه بار رفته تو آمریکا، شرایط اون محیط رو رعایت کنه دیگه، در صورت مهد دموکراسی جهان آمریکا، مجسمه آزادی، نمیتونه افکار فاشیستیشو بوس بده. در صورت دانشمندی هم بود، احتیاج بهش داشتن. به پدر بمب اتم هر فیلم اینجوری بودی. پیتر سلز هم که وقتی بازی میکنه طبیعتا کمدی هست فیلم، که این تو جلسه سران که می نشست تا اسم شوروی می اومد یک مرتبه رگ فاشیستیش گل می کرد و همی خواست بگه های هیتلر، بلند می کرد بگه های هیتلر، یه مرتبه دست خودش می گرفت گاز می گرفت و اینا که لو داد خودش دوباره های هیتلر. این آقای دو آقای پیتر سلز قیافش هم یه مقداری هم شبیه پیتر سلز آقای چیز، البته نه زیبایی اون رو که نداره. و ایشون
تا اسم پهلوی و رژیم گذشته و اینا میاد، من نمیدونم چرا اون تسامح و مدارا و اینجور سخنان رو که میگه من بهش رسیدم، یه مرتبه به اصطلاح دوم خروس میزنه بیرون. چرا؟ اینا باید پرسید که چقدر تغییر کرده. در صورت این رویدادهایی که به وجود اومد سال 96، یکی از مهمترین جنبش های اعتراضی خودجوش بوده. این حرکتی مثلا برای نخستین بار مستقل هست. رسما رسانه های رسمی و معتبرم برنامه های خودشون رو گذاشتن یه میزه گردها و علل و بررسی ها. در دل این مجموعه داخل خارج خلاصه رفراندوم رو رای برای برون رفت از این بنبست سیاسی ارزیابی کردن. رفراندوم پیشنهادی از سوی مردم به مردم، رفراندوم پیشنهادی از سوی مردم به دولت در حالت موجود، دعوتی از عام از مردم برای ترویج این گفتمان، تأکید کنندگان فراخوان بر تکثیر و تنوع اعضا و گروه ها. در صورت بیانیه که گروهی تهیه کردن برای جمع‌آوری امضا به گروه های پرده تعداد هم ارسال کردن، در این نوع بیانیه کثرت و تعدد امضا تقریبا نقشی همپای بیانیه پیام بیانیه داره. در این بیانیه همگان از حق امضا برخوردار. در صورت این آقای مخملباف هم که یکی از این بیانیه نویسه هست، در این مقاله گفته میشه به دلیل موضع‌گیری ایشون در میزگرد به اصطلاح صفحه دو آخر مقایسه این موضوع، موضع‌گیری با رویکرد ایشون در دو فیلم آخرشون به نام باغبان و پرزیدنت. این دو فیلم با بودجه هنگفت از سوی حمایتگران مالی و بی تردید تلاشی هنگفتر از سوی مخملباف ساخته شد. اول از همه آقای مخملباف منابع مالیشو بگه. آقای برنارد لووی است در اسرائیل، آقای ساروس است که رفیق جونجونی آقای خاتمی آقای ساروس است. خب فیلم پرزیدنت رو و کی هست؟ فیلم پرزیدنت، پرزیدنت خاتمی در حقیقت و از نوع توجه به نوع بشر بودن، معصومیت، دانش، فرهنگ، زیبایی، هنر، ادب، خانواده، اینها آقای رئیس جمهوره. در مقابل کی هست؟ توحش، مخالفین این موجود آقای پرزیدنت که میخواد به اصطلاح خاتمی رو بازسازی کنه، آدمای وحشی هست. یعنی مخالفین از انقلابیون، خشونت طلب، انتقام جو، بی اصل و نسب، بی ادب، بد ظاهر و گاه نفس در سینه حبس میکنه. هرچند نیت ظاهری سازنده فیلم تصویر کردن خشونت ناشی از جو انقلاب. خب بیشتر تو که تمام خشونت ممکن رو تو انجام دادی در همین پیش از بعد از انقلاب، اصلا قابل تصور نیست برای کسی که بتونه این همه خشونت رو با انرژی توی جامعه تو کف خیابون تو متحقق کردی. حالا وقتی که مردم به حرکت در میان که اینها رو کنار بزنن، یک مرتبه تو در فیلم بسرا جایگاه سازنده فیلم و سناریو نویس و کارگردان میخوای اینها رو خشونت طلب و بی اصل و نسب نشون بدی. اما رد پای روش آقای مخملباف و دوستان ایشون رو در برای انقلاب نسبت به ضد انقلاب طاغوت به روشنی مشاهده کردیم. گواهی این ادعا موضوعی است که ایشون در مقام یکی از امضا کنندگان بیانیه خالی به خاندان پهلوی نشون داد. خب اگر شرف داشته باشی تو آقای مخملباف، یه جو شرف،
زندان خودت رو که زندانبانش بودی، شکنجهگرش بودی، با زندان رژیم گذشته مقایسه کن. قطعا نمره خوب به اونا میدیم، نسبیه، زندان زندانه، شکنجه شکنجه هست، ولی اونا پلو شما پادشاه بودن. حالا من نمیدونم این حساسیت تو چی هست. حالا فیلم باغبانش هم که عشق میپرورانه باغبان، زرد در گوش گلهای باغ، سخن از عشق و صلح و معنویت هست. همان باغی که میزبان زائرانی است که هر سال با امید دستیابی به صلح و دوستی و آزادی به زیارت حضرت خیش میروند. این به اصطلاح این باغ کجاست؟ باغ تو تل آویو نیست آقای مخمل باغ؟ تا اونجا که من میدونم منظورت از اون باغ کجاست. آقای مخمل باغ چه زیبا این میزان از صلح طلبی و بشر دوستی و معنویت رو به تصویر میکشه. این دو تصویر کوتاه از دو فیلمه ایشون چی رو نشون میده؟ فرضی اول، آقای مخمل باف به طور کلی با مبارزات چریکی، با خشونت، با انتقام جویی، با اعدام، با سرکوب دیگر اندیشان، با ممنوعیت ادیان و مذاهب، همه اینا رو کرده، همه اینها رو با آقای کشی رو انداخته، مخالف بوده. ظاهرا تجربه زندگی در غرب، دوری گزیدن از قدرت، ایشون رو تبدیل به فردی صبح طلب، عرفانگرا، عارف، دیگراندیش و اینا کرده. بسیار عالی. فرضیه دوم، آقای مخمل باف به اصطلاح نعل به نعل حمایتگران بزرگ مالیش میبایست سلیقه های آنها را رعایت کنه، قیام آنها را خانخواه با آنها موافق باشه یا نباشه، اما موظفه که این پیام رو در قالب سینما بفروشه. چی هن اینا؟ حالا مثلا رون آدم ناتانیاهو رفیقش باشه، آخر ناتانیاهو رفیق آدم باشه میشه عارف آدم، میشه صلح طلب. آخر تو واقعا مسخره کرده این بکنه، اینه کمک کنید جا بندازیم. من بعد از این کنفرانس مونیخ این ناتانیاهو مثل صمد آقا شده، اینه دیگه نمیش بگم صمد آقا. میدونی چرا؟ سمد آقا خیلی بامزه بودی، این معلم آمده بود میخواست اینا رو درس بده، مثلا بابا عبداد فلان آمده بود، مثلا میگفت مار، مار مینوشت. این هنوز تفکر مفهومی نداشت که سمد آقا مفهوم شناسه، مفهوم بشناسه، لغت بفهمه، اما شکل رو میفهمید. میگفت این ماره، هرچی میگفت اون ماره، اونا هم یه باشی فسد خودش بودن، افتادم به جون معلم، مار 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 رفتن اصلا مار رو بردن نشون معلم، محرم از درس فرار کرد. حالا این صمد آقای بین المللی هم که دوست آقای مخمل باف هم باید باشه، چون برنارد لووی به اصطلاح با ایشون خیلی نزدیکه. برنارد لووی معروف که تمام انقلابای مخملی این برنارد لووی بوده، توی جنگای اوکراین سخنرانی کرد، توی سودان تجزیه سودان سخنرانی کرد، آخرین شاهکارش هم همین مسئله خودمختاری یا چیز استقلال کردستان عراق، در رفراندومش آمده عکس گرفته. میدونم آقای مخمل با الان، من که بهت گفتم چند سال پیش، سال 60، الان 96، درسته؟ چی بهت گفتم؟ گفتم تو خودتو یه روز به شیطان میفروشی، اون شیطان، اون موقع خودت به شیطان خمینی فروختی بودی، الان شیطان بزرگ پول بیشتر میده، معروفه، اون در سطح ملی تو رو معروف کرد، اینا در سطح بین المللی آنگران ریسمات کردن و دادن. من دیگر میکنم. بله بله، طولانی شد بس. خیلی هم بله. طولانی شد، ولی خوب بود آقا، ما گوش دادیم شنیدیم، درست میگی، اون در سطح ملی معروفش کردین در سطح ملی. اما یه موضوعی که کوتاه دارم میخواد راجبش صحبت بکنیم، راجب این موضوع دراویش بود. من عقیده دارم که این نظام جمهوری اسلامی تمام تلاش خودش کرد که آرمان رو از بین ببره،
در نتیجه یه ملت بی آرمان و بی هویت فلجه و یکی یکی این جریان ها رو از بین برده، میبینی که چگونه به سراغ حلقه عرفان و نمیدونم کیان و همه این حلقه ها رفته و حالا سراغ آخرین گروه رفته، این گروه که تفاوتشون با سایر دراویش مثلا در این هستش که اونا میگن خانقا، اینا میگن حسینیه، اونا میگن دستگیری، این میگه اجازه اقامه نماز، یعنی مثلا امام جمعه تعیین میکنه. این فرقه در حقیقه، چون میدونی که اینا همه از دوران قرن نهم، حالا میرسیم با آقای وفای اغمایی وقتی به قرن نهم رسیدیم حتما راجع به شاه نعمت الله صحبت میکنیم، اینا بعدا در طی تاریخ تقسیمات مختلف دارن. تو همین دوره قاجاریه که پدر بزرگ من هم مرآت الذاکرین در حقیقت شیخ المشایخ این فرقه بود، اونا در زمره نورعلی شاهی بودند، زوریاستینی در حقیقت، و بعد هم اون گروه صفی علی شاهی صفایی ها و این فرقه گنابادی ها، و قوی ترینشون همون زوریاستین بود که در حقیقت گفتم پدر بزرگ من هم همون در فرقه زوریاستینی بود و از مشاهیر تاریخ این فرقه است. حالا بریم از آقای رئیسی بپرسیم که او این داستان رو چگونه تعریف میکنه، چرا اینا اکنون به سراغ اینا اومدن و چرا اینها توانستن این مقاومت رو از کجا گرفتن. یکدی راجع به این برامون صحبت کنی خوبه، بفرمایید تا بشنم. در صورت در که فرمودید به اصطلاح این دراویش، دراویش نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی به قرن هشتم هجری برمیگردن، شاه نعمت الله ولی هم بنیانگذار این طریقت بوده، دراویش نهلاب سلسله های گوناگونی داره و دراویش گنابادی هم یکی از مهمترین اون هاست. خب میدونیم که یه خلاصه بگم، سه نهلیه اساسی در اندیشه اسلامی است، یکی نهلیه حکمت، یکی نهلیه فقاهت، یکی نهلیه عرفان که نهلیه فکری فیلسوفا هستن، مثل بزرگترین‌هاشون در صورت فارابی، ابن سیناس، ابن رشد، ابن عربی در زمینه عرفانه، و در صورت تا مکتب خراسان هست، مکتب بغداد هست در فلسفه، بعد مکتب اصفهان هست که ادامهش سبزواری است و اینا ادامه داره، مثل ملا صدرا هست در صورت اینا جز آخرین های کلاسیک هست توی فلسفه که بیشتر التقاطی هم هست، فلسفه افلاطونی، نو افلاطونی مشایی رو مطرح کرد. فقط تنها یک کسی که تو اینا بسیار صاف و صادق اندیشه ارسطو رو به نسل دوران خودش منتقل کرد و از طریق ایشون به اروپا رفت، ابن رشد است، از فیلسوفان اندلس، و ایشون نقش بزرگی در بدون اینکه به اصطلاح با مذهب قاطی بکنه و به اصطلاح اندیشه خالص ارسطو رو منتقل کرد که بعدها خیلی ها تحت تاثیر اندیشه های افلاطونی ارسطویی بودن و نهل های مختلف. اینا سه تا بنیاد فکری دارن، یکی خدا را مظهر عقل کل میدونه فیلسوفا، صفات کمالیه خدا را بهش میگن، برجسته میکنه این عقل کل خدا یا دانای کل، و از این نظر میگن فیلسوفا با عقل
میتونن رابطه بهتری با خدا برقرار کنن، چون اون رو مظهر عقل و کل میدونن. فقیهان، مفتیان به اینها خدا را طور دیگه میبینن، به خصوص اشعریون، اینها نه معتزله بلکه اشعریون، که صفات جلالیه خدا را برجسته میکنن، جلال و جبروت. به خصوص اشعریون که همون ظاهر خود قرآن را قبول دارن، نه باطن رو، اونا میگن که همون را که نوشته درسته، خدا دست داره، پا داره، مثل یه پادشاه هست و و و و این پادشاه کل، جلال و جبروتش همین است. به همه دلم القاسم الجبارین میتونم بگن به اینا، و شرعیات و اصول فقه سیاسی و اینا همه از دل این اندیشه در میاد. یکی هم عرفا هستن که خدا را مظهر زیبایی جهان میدونن و به همین دلیل هم معتقدن رابطه انسان با خدا رابطه عقلی نیست، همونطور که عرفای ما خیلی هاشون به عقل ناچیز انسان در جواب به عقل فقهی و عقل فلسفی حمله کردن و قبول نمی کنن. میگن اگر صحبت از خدا میکنین رابطه دیگه با قلب و خداست دیگه، این دیدگاه رو باستاب دادن. و هر شاید فرقه های مختلفی هم توی عرفان به وجود اومد. یه خلاصه بگم با توجه به که وقت نیست، یکی مکتب زهد هست، خیلی فرقه هست ولی عامترینشون میگم مکتب زهد هست، مکتب عشق است، مکتب جنگ است. مکتب زود بعد از سرکوب تصرف ایران و فشار سنگین و وحشتناکی که اعراب بر ایرانی آوردن، یک نوع مقاومت درونی برای فرد در مقابل این فشارها از مال دنیا بکنه. بخصوص بعد از حمله مغول هم اتفاق افتاد، چون هرچی کار میکردن عرب ها غارت میکردن، ضرورت کار از بین رفت، ضرورتی که چون کار انگیزه میخواد، انگیزه میخواد زن داشته باشی، بچه داشته باشی، به اونها برسی، گرسنه نباشن، همینا کار ایجاد میکنن. ولی وقتی که همه مال تو رو غارت کنن تو چیکار، به فایده نداره. به همین دلیل به درویشیگری، بدبختی، فلاکت، حمام نکردن، ترک دنیا کردن، انزوا گزیدن و اینها فرهنگ میشه دیگه. و این بلاییست که اشغالگران رو ما آوردن. این مکتب زود هست، گوشگیری و عبادت کردن و الاخر کاری به سیاست، به دنیا فلان نباشه. مرحله دوم حالت تهاجمی میگیرن، از آخر پوست در میان، مکتب عشق هست که از دلش انسان‌های بزرگی مثل حلاج در میاد، عین القضات همدانی در میاد و مولانا مربوط به این مکتبه، سنایی در میاد، عطار بزرگ در میاد که بسیار بسیار مراجعه به مزدک و مانی در اندیشه ایران برجسته است و مراجعه به اسطوره های ایرانه. یعنی شاید شیخ اشراق سهروردی یکی از برجسته ترین های اینا باشه، علاوه به اصطلاح عشق و علاقهی که به ایران باستان دارن. و نگاه بکنید عطار بزرگ وقتی که میخواد عالی ترین اثر خودش رو خلق کنه، منطق الطیر، درست هفت خانه رستم رو، هفت خان رو که توی اندیشه هفت، عدد هفت رو که مظهر کماله، یعنی هر کس این هفت مرحله رو طی کنه انسان کامل میشه. تو شاهنامه فردوسی انسان کامله، نه تنها از لحاظ جسمی بلکه از لحاظ تجربی، از لحاظ در صورت مجموعه انسان کامل در دوران اسطوره است. حالا این به لحاظ معنوی این مرحله رو توی عطار میاره، مرحبا ای هدهد هادی شده، در حقیقت پیک هر وادی شده، ای به سرحد سبا سیر تو خوش، با سلیمان منطق تیره تو خوش، صاحب سر سلیمان آمدی، از تفاخر تاج ورزان آمدی،
دیو را در بند زندان بازدار تا سلیمان را تو باشی رازدار. دیو را در بند زندان چون کنی با سلیمان خست شادرمان کنی. خخی موسیچه موسا صفت خیز و موسیقار زن در معرفت. و در صورت هدهد میشه نماینده این تفکر که مرغان رو به طرف قاف ببره که به شاه وجودی خودشون آشنا بشن، یعنی هر شاه خود وجودی خودشون رو پیدا کنن. سیمرغ افسانه، سیمرغ در صورت الهه است در عصر زن خدایی در میتولوژی ایرانی، ناجی انسانه و مادر به اصطلاح کودکان پرت داده شده است که داستان زال یکی از زیباترین نهاست که وقتی سنت، وقتی که آداب رسوم جامعه کودکی رو طرد میکنه مادر داره، اون مادرش سیمرغه، فرزند ایرانی مادر داره. و به همین دلیل هم تمام پهلوان ها فرزندان سیمرغ هم. و اینجا شاید دوران زن خدایی در ایران هست یا که به اصطلاح خدای قدرتمند در این دوره سیمرغ است که حریف خدای اسفندیار میشه که از چیز مرسالاری اومده، که میگن ترفند باز سیمرغ بوده که اسفندیار رو کشت. یا دو داستان رستم سهراب باز همین پدید است، یعنی سیمرغ از فرزندانش حمایت میکنه. بگذاریم وارد این بحث نشیم که این مرغان رو تشویق میکنه، میبرد تا قاف، از صدها هزار مرغ 30 تن میرسه و اونجا بال و پر سوخته وقتی که به اون چشمه نگاه میکنن سی مرغی نیست ولی 30 مرغ بال و پر سوخته است. یعنی اینجا کثرت به وحدت تبدیل شده، یعنی بن اندیشه اینها در همین کثرت به وحدت است که با هم هست. بخصوص توی مکتب جنگ که مکتبی است که در صورت بسیاری از این فرقه های مذهبی درابیش جنگجویان سرسختی هم بودن، بنیانگذاری تمام امپراتوری عثمانی همین فرقه به اصطلاح از خراسان رفتن نقشبندیه و اینا بودن، یعنی فرقه های درابیش خراسان هم. یا تمام نیروهای اصلی جنگنده بنیانگذاری امپراتوری صفوی دراویش بودن، باز همین به اصطلاح اینها نقش کلیدی و این تبرزین تبر جنگشون هم هست، در این حال تبر صلحشون هم هست. و همین دلیل اینا پیپیده جالبی هستن تو فرهنگ ما. دراویش گنابادی هم تفاوتی میان اینها و شیعان نمیبینن، اما معتقدن که اسلام یا درویشی اونها نه بر مدار فقه بلکه بر مدار عشق میگذره. مفهوم عشق هم نزد اونها نشانگر روی کردشون به انسان و جهان بر مبنای محبت، مدارا و صلح. باور درویشیشون به حوزه سیاست اینا گفتن نزدیک نمیشن، اما معناش این نیست که درویش نمیتونه سیاسی باشه یا موقعی که مورد تعرض واقع شه از خودش دفاع نمیکنه. اتفاقا اینا به تشکیلات کاملا منسجمی دارن، یعنی نگاه بکنید به اصطلاح قد دارن و به شدت هم تحت تاثیر این هستن. یکی از موضوعاتی هم که اینها رو بسیار رژیم رو به وحشت میندازه از اینها در مراسم پابوسی دارن، توسط قد صورت میگیره، پیروان سلسله نعمت اللهی گنابادی هم درویشا این مراسم رو در خفا رو نه نشانه تعبد آدم پرستی بلکه نماد اوج محبت و صمیمیت رابطه عاشق و معشوقی مرید و خود میدونن. حرکتی که به باور اونها مسئول یه جذبه است که به جوشی ایمانی در سالک می انجامه. درویشا میگن خضوع اونها در مقابل قطبشون به عنوان قدیسی در دوران غیبته، به چیزی از جنس به خاک افتادن یک شیعه در به اسلام مقابله یه امام، یه امام واقعی، نه امامایی که
الان شمشیرکش آدم کش هستن، نه حالا اون امام فرض کنیم مظهر محبت مثلا، ولی اینا از روز اول با اینا در افتادن، اول اقلا همین مخمل بافا و این دار دستای اوبا شرازه رو به جون اینا هم انداختن دیگه. پس از پیروزی انقلاب 57 حمله به حسینی ها خانقاه های دراویش شدت گرفت. کرمان اولین شهر بود. به دنبال حمله به مراکز دراویش به بسیاری شهرهای ایران سرایت کرد. از جمله قم، کرج، تهران، بروجر، مینام کشیده شد. در میان مقبره های بزرگان سلسله نعمت الله گنابادی در نهایه شاه عبدالعظیم تمام ویران شد. سنگای قبرهاشون شکندن. یعنی اینها بی شرما بسرا این فرقه مسالمت جور، من نمیدونم چرا اینا میخوان دشمن ایران کنن، اینا کاری ندارم به چیزا. در صورت علتش هم این است که این مراجع در قوم آقا ناتوان و ذلیل هستن، نمیتونن با استدلال و منطق و فرض کن جاذبه های دینی و فلان و بهمان نیروهاشون رو حفظ کنن، و به همین دلیل یکی از دلایلی که بین باهایی ها حمله میکنن فکر میکنه چی هست، یکی از دلایلش این است که آقا هر باهایی رفتار و کردارش چنان هست که تو جامعه باهایی معتاد پیدا نمیکنی، دوست پیدا نمیکنی، آدم نادرست پیدا نمیکنی، جیبر پیدا نمیکنی. یعنی تو هر جا که هستن تو محیط کار، تو دخترهاشون، دختر بچه هاشون تو دبستان و دبیرستان ها الگوی بچه های دیگه میشن، چون منظره همه چی هستن، خوبی هستن، اینا میتونن حریفشون نمیشن، حریف دراویش هم نمیشن، حریف فرقه های دیگه هم نمیشن، به حریف مسیحا، یا الان مسیحا هم همین روزه دارن، مسیحا چی میگن خونهی چی هستش، یک اصطلاحی به کار میبرم کاری ندارم، خانگی، کلیسای خانگی، بله، اینا حریفشون نمیشن، به زور متوسل میشن. مراجعی مثل صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، مصباح یزدی، اینا به اصطلاح او با شرارزه رو تغذیه میکنن. انگیزه این حملات هم عمدتا منحرف کردن جوانان به حزب اللهی ها توسط دراویش عنوان میشه. آجون آدم خوب هر جا باشه بذارش رو سنگ تحت تاثیر قرار میده انسان های دیگه رو، الگوی رفتاری سابق کمونیست هم همه جوری بودن، سالهای 20 تا 32 توده ای ها با رفتارشون افسرشون بهتر از همه بود، میهم پرست، درس خون، منظم، فلان بهترین بود، معلمش همینطور، استاد دانشگاه همینطور، کارگرش همینطور، دهقانش همینطور، میل به کمک به دیگران رو داشتن بر اساس فلسفه وجودی اونها. خب سمپات پیدا میکنه، محیط تاثیر میذاره. خب معلومه وقتی شما با چماق و این وسایل رو همه‌شون دزدید، شما اختلاس داره میکنید، خب چه الگوی رفتاری میخوای بشی؟ آقای مکارم شیرازی تو سلطان شکر، دزد بزرگ، یکی از هدفهای اصلی برخی نهادهای حکومتی هم مثل مؤسسه فرق و ادیان، دانشگاه باقرالعمر علوم در جمهوری اسلامی، از جمله هدفشون مقابله با نفوذ روزافزون دراویشی بنابادیه. اینا هم آدم های بسیار خوبی هستند، اینا هم حریفشون نمیشن. آقا در صورت اولین کسی هم که توی امنیتی ها حساس شد روی مسئله همین سعید امامی بود، همین به اصطلاح طراح قتل های زنجیری، معاون فلاحی ها، در یکی از سخنرانیاش در سال 75 سوء ظن حکومت به دراویش و قصد نهادهای اطلاعاتی رو برای برخورد با آنها رو نشان داده، اما از دراویش به عنوان یکی از گروه های چهارگانه خطرناک برای نظام نام برده که تفکر اونها وحشتناکه. وزارت اطلاعات هم عده ای از اینا را همون موقع شروع کرد دستگیر کردن. در صورت در سال 89 دراویش گنابادی رو حجت الاسلام محمد مدنی گنابادی رئیس حوزه علمیه گناباد، دراویشی گناهبادی رو موش خانگی نامید که باید با سم نابود بشن. چرا؟ به گفته ایشون جوانها را فریب میدن. محمد و حالا فریبشون چی؟ آه بابا الگوی آدم خوب باشه الگوی رفتاری میشه. این هم بسیار آدم مهربان، آدم کمک کننده، خب اینا هر جای دنیا برن مردم دوستشون دارن دیگه.
محمد مدنی در زمان حیات روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از معتمدان ایشون بود. او به دلیل مبارزش با دراویش از سوی محمود هاشمی شارودی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام ملقب به ناشر اسلام گنابادی هم شد. خب اینا شیوهاشون های جوریه. حالا توی این جریان اخیر هم تا اونجا که من اطلاع دارم همین امروز کسب اطلاع کردم اصلا اینجوری نبوده. اینا اعتراضشون کاملا مدنی، کاملا مسالمت آمیز، کاملا رفتن اونجا. اینا رو به سرکوب کردن، سرکوب خونی. اینا مقابله نکردن، عقب نشینی کردن، از اون منطقه هم دور شدن. ولی جوونهای اونجا، مردم اونجا، جوونها، اینا ناظر صحنه بودن. اونجا هم ساختمانهای بلند زیاد است، بسیاری از فیلم هم از بالا گرفته شده، ناظر صحنه بودن. جوانهای محل اومدن تو بازی، اطلاع دقیق دارم، با چماق هم اومدن، چون لطه پار کردن خونی که این از دراویش ریخته شده بود تمام جوانهای منطقه رو تحریک کرد و با چوب اومدن. و گارد چی از ویژه از گارد سرکوب اینا فرار کردن، فرار که کردن. اینا صفارهشون اینجوری است. صفای اول رو این پاسبان وظیفه اینا که سربازن، بیچاره اینا رو میرن جلو، اصل هم ندارن اینا، یه باتوم دارن یا چیزای از این دسته. اون نیروی گارد یا نیروی مسلح چند لایه عقبتر قرار دارن که افتیر دارن. اینها مقاومت در مقابل جوانها نتونستن بکنن، عقب نشینی کردن. و اونهایی که مسلح هستن، یعنی پاسبانهایی که مسلح هستن و حق تیرم دارن، چیکار کردن؟ از پشت به جوانها تیراندازی کردن. تعداد بیش از 20 نفر تیر خوردن و اینا رو منتقل کردن به یک بیمارستان اونجاست. قبلا این بیمارستان مال ساواک بود، چون اون منطقه چیز اصلی ساواک اونجا بود، تو سلطنت تاراباد بود. یه بیمارستان هم داشتن، اون موقع کلینیک بود، خانواده های ساواکی ها اون موقع می رفتن اونجا. اینا رو تمام منطقه را سپاه پاسداران مصادره کرد و اون بیمارستان هم مدتی دست سپاه پاسداران بود و بعدش الان دادن به اصطلاح بخش خصوصی که در حقیقت همون مال سپاه هست. این بعد جوان ها را منتقل کردن اونجا. وقتی که بچه های محل دیدن این صحنه رو که تیراندازی شده، یکی از اونها به شدت دیگه به اصطلاح خون جلو چشمشو گرفت، میره اونجا. یک اتوبوس یا مینیبوس یا اتوبوس هست، او مینیبوس یا اتوبوس هم مال خود سپاس، آدم از کرج آورده بوده، میره تو این اتوبوس، روشن میکنن و حمله میکنن. و این جد جوانای محله، ربطی هم به دراویش نداره اصلا، این دروغ محضه. و گرچه تکذیبیه کردن خود دراویش، ولی تمام رژیم برای توجیه این عمل زشتش سعی میکنم دراویش رو گناه آلود و داعشی معرفی کنه. دروغ محضه، من به شما تاکید میکنم این اتفاق اینجوری افتاده. اون جوانم جوش آورده، بلا فاصله جلسه شورای امنیت ملی، نه یه جلسه در وزارت کشور امنیتی است، از سپاه است، از وزارت اطلاعات است، از نماینده شورای شهر تهران هست، همه هست. اونجا جلسه تشکیل میشه و میدونن خودشون مردم کارت به استخون رسیده، میدونن. و به همین دلیل در این جلسه تصمیم میگیرن که به هیچ وجه از سلاح استفاده نشه و خودشون کار خودشون، و میدونن که میتونه هر وسیله موتوری، یعنی هر جوانی، هر مینیبوسی، هر اتوبوسی، هر کامیونی و
هر وسیله نقلیه‌ای الان وسیله مبارزه بشه و میدونن این رو. مثل همون کاری که خب وقتی که داعش تو فرانسه این کارا رو میکرد، صد بار میگه از تلویزیون جمهوری اسلامی پخشش نمیکردی، خب آموزش دادی دیگه ها، آموزش دادی که این ساده ترین و راحت ترین وسیله برای حمله به نیروهای سرکوب تو هست و استمرار هم پیدا خواهد کرد اگر دست به اسلحه باز هم ببری. این از یک طرف کارت به استخون جوان ها رسیده. و اینم به شما بگم که جمهوری اسلامی بیشترین نیروش رو صرف تهران کرده، جوان ها در تهران پول خرج کردن براشون، سعی میکنن جنا اصلاح طلب محافظه کار رقابت هم دارن، سعی میکنن شغل ایجاد کنن، سعی میکنن فلان. بیشترین نیروی سرکوب هم تو تهران، ماهرترین نیروی سرکوب هم تو تهران. شهرستان رها کردن اینا، شهرستان ها جوان هاشون رها شده است، نه اصلاح طلب بهشون رسیده نه محافظه کار. علت این که موج عظیم این حرکت ها در شهرستان ها بوده و یک شعار مذهبی هم داده نشده، علتش این است. و کار به اینجا رسیده. خب حالا یک تنگنای بزرگ دیگه هم دارن اینا. تقریبا همه منتظرن، همه دنیا و خود حکومت و شخص خامنه ای، برای آمدن ماکرون به ایران. این سفر تعیین کننده است، چون بازتاب دهنده ناقل نظرات آمریکا و اسرائیل. وقتی که مشکلی بین ایران و اروپا باشه، خانم موگرینی حل و فصل میکنه، ولی این مشکل فراتره، با سری خواسته ها میاد، یا جمهوری اسلامی میپذیره یا اون چیزی که ترامپ گفته طوفان بزرگ در راه است. خواستشون چی است؟ یک، موشک ها بردش محدود بشه به 300 کیلومتر. موشک های اسکات قدیمی که البته در عمل 300 تا هم نمیره، 250 تا بره خوبه. این خواستشونه. دو، سپاه قدس عملیات بیرون برون مرزیش رو کاملا متوقف کنه، در لبنان، در یمن، در سوریه، در عراق و هر جا هست. و در صورت نقش بی ثبات کننده‌ای به اصطلاح نداشته باشه. حالا اینکه آقای ماکرون موقعی میره که مسئله دیدارش با خامنه ای هم حل شده باشه. میدونم چرا تاکید میکنم با خامنه ای، برای اینکه فردا آقای خامنه ای نزنه زیرش بگه کی بود کی بود، من نبودم، رئی جمهوری کاری کرد، به من مربوط نیست، خودش باید بیاد مسئله رو حل کنه. تو داخل هم آقا به قول معروف اینا به جون هم افتادن کاملا. احمدی نژاد یک نیروی جدی داره توی در صورت سپاه، ایور اوور بدنه دولت، توی این 8 سال نیروی وحشتناکی تزریق کرده توی ساختار دولت و ساختار وزارتخونه و ادارات، دسترسی به خیلی چیز هم داره، پول کافی هم تو خارج داره. یه جناح جدیدی هم امنیتی ها هستن، یعنی کیا هستن؟ آقای حسن فریدون هستن، امتروحانی، اینا جناح امنیتی ها بهش میگن. تمام امنیتی ها پشت فریدون هم. وزارت اطلاعاتی ها از سالهای اخیر همه پشت فریدون هم. و جناح سپاه پاسدارانی ها و به اصطلاح بالاتر این دسته بندی هم هست. آقای فریدون هم قصدش این است که ایران رو کاملا تسلیم فرانسوی ها بکنه و آرزو میکنه که سفر آقای ماکرون با موفقیت تمام بشه و کارا پیش بره. و ایشون هم از قبلش گفته که چیه، 50 سال انقلاب رو هم جشن میگیریم، نه؟
و به خاطر این سازش. در صورت خسته نباشین آقای. قربانت آقا، ممنون و متشکرم آقا، مرسه جالبی بود، ما که استفاده کردیم. متشکرم آقای رئیس، ممنونم، موفق باشید. ما هم قربان خسته شما، شدیم اندازه کافی. دست نباش قربان. به هر حال دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای رئیسی رو، امیدوارم این صحبت ها کمک کنه. بحث جالبی بود به نظر من، و بشناسیم، بدانیم که دوست و دشمن کدام است، و از این شرایط مخمسه بتونیم یه جوری بیرون بیاد. از اینکه برنامه رو دنبال کردی از شما نهایت سپاس دارم. خواهش میکنم سایت میان تیوی رو به دوستانتون معرفی بکنید. لینک ها تو شبکه های مختلف اجتماعی قرار میگیره، شما هم با پیوستن به هر کدوم از این شبکه ها لینک ها به دستتون میرسه. شما مهر کن، اینو شیر کن که دوستانت هم ببینن. از اینکه دنبال کردی ممنونم. دعوت میکنم ادامه برنامه ها رو با ما همراه باشید. متشکرم.